Dream Baby! یو گایز، چطوریم بچه هاری کلکسر هستم و خوش اومدید شبی دیگر، ویدئوی دیگر با عشقتون آریا کوکسر. حال میکنید ها؟ من ویدیو میذارم اصلا عشق میکنید، میدونم. خب بچه های توی خونه، امروز روز خوبی بود و هومکید آرمی بچه های توی خونه مرد 40 ساله هم داریم. موافق نکنید بچه های توی خونه همه 5 سالشونه. این گلو مادر من امروز آورد و بنده خدا از وقتی اومده تو اتاق من پج مرده شده، داره میمیره. ولی چه بویه، چه بوی عالی و زیبایی میده. به 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 به. واقعا گل انرژی میده به آدم. خب میدونید که من وقتی که واقعا بیکار میشم، یکی از تفریحام اینه میرم سابردیتو میبینم، میمایی که میسازید میبینم و واقعا میخندم. بعضی وقتا هم حسرت میخوام که چرا اون لحظه ویدیو رکورد نکردم، چون خیلی میمای باحالی توشه. خلاص اگه هنوز جوین سابردیت ما نشدید، حتما همین الان برید نگاه کنید، 17200 ممبر داره. زود بکنیدش 20000 تا. هومکید آرمی، البته اکس آرمی همیشه سر جاشه. اکس آرمی، این هومکید آرمی فقط واسه تنوعه. ارتش بچهای توی خونه جفتش یکیه، فرق نره، دو تا اسم داره. خب شروع میکنیم. اولین پست از آقای ریولوشنری کال آف دیوتی جونزون. شما یه دقیقه نگاه کنید، میخوام یه چیزی بهتون بگم. کاراکترهایی که توی این بازی هن: دنجر راکت، پدر رپ اسلامی، آریا کوکسر، فرشاد سایلنت، کوروش، میا، کوسر و آقای جون. بهتون قول میدم اگه همچین بازی ساخته بشه، فروشی که توی ایران داره از کل فروش کال آف دیوتی وارزون تو کل دنیا بیشتره. یعنی شما این کاراکترها رو بیخیال شید، ما رو بیخیال شید، گیمی که توش آقای جون هست منفجر خواهد شد. یعنی واقعا من فکر کنم اگه آقای جون بیاد یه ویدیو یوتیوب بسازه، راحت 1,000,000 ویو میخوره، انقدر که این شخص بعد محبوبم هست، همه عاشق این آقای جونن. لعنتی، وقتی ویدیوهای کیوتی پای رو بدون هنس فری میبینم، مامانم بابام من، بله بچه های توی خونه، ویدیوهای کیان رو باید با هنس فری ببینید و موقعی که شخصی خونه نیست پس به من بدید نمره سی پیر مدید. بچه آریا و کوسر، بچه من و کوسر اگه دختر بشه این شکلیه، بهش میخوره والا، لب و دماغ و لبخند و همه چیه منه، فقط کشاش شبیه کوسر و ابروهاش هم مواش و ابروهاش باحاله. ولی گوگولیا نازه نه؟ پدر حقیقت اسلامی آریا: من به هیچ دینی اعتقاد ندارم و فقط خدا پرستم. درسته. آریا دو دقیقه بعد: یا ابوالفضل این که کمد. میدونی این یا ابوالفضل و یا امام هشتم و اینا چیزاییه که از بچگی تو گوشمون خونده شده، به خاطر همین ناخودآگاه منه دیگه اینو میاد. آقای ندلوک، بازیگر و صداپیشه نقش مایکل در بازی جی تی ای وی، به کرونا مبتلا شد. مشکلی نیست، ریسپاون میشه. از بیمارستان ریسپاون میشه الان. یا میتونی فعلا سویچ کنی رو فرانکلین یا تریور بازی کنی تا مایکل ریسپاون شه. خب دیگه بچه ها، میدونم که خیلی با نمکم نوکرم. شما هم شباهت رو حس میکنید، نسخه خارجی نسخه ایرانی. خوبه. من همیشه الگوم واقعا مارکو فلایره، ولی واقعا چقدر شبیهه، میبینی؟ قشنگ نسخه ایرانی، نسخه. یعنی هیچ وقت اینجوری نبوده که بخوام کپی برداری بکنم از اون. چرا شده؟ مثلا هدستمو وقتی دیدم مارکو فلایر گذاشته، گفتم لابد چیز خفنیه، رفتم کلی تحقیق کردم و دیدم اوه خفنای موزیک دنیا ازش استفاده میکنن و خیلی باحال، و ریویوهاشو خوندم خریدم. ولی مثلا نورپردازی پشتش و اینا یا کلا بقیه یه چیزا رو نه، ولی سبکمو کلا از مارک پلایر ایده میگیرم. ولی باورم نمیشه، عجیبه، دقیقاً اصلا انگار واقعا نسخه ایرانی خارجیه. خدا رو شکر اگه منو با مارک پلایر مقایسه میکنید یه عالیه، فقط کاش سابسکرایبای ما هم دیلیت نمیشد. و جالب بدونی که دنجر راکت هم عین ادیتور مارک پلایر اینجوری میاد میره. شاید دنجر راکت هم از ادیتور مارک پلایر ایده گرفته دیگه، شاید، نمیدونیم. دنجر راکت نمیخوای این تیشرت تو عوض کنی؟ وقتی من 10 سالم بود دنجر راکت همین تیشرت تنش بود. شوخی میکنم، دنجر راکت تو موقع اصلا به دنیا نیومده، ولی جدی رنگ تیشرت تو همین الان عوض کن. بچه ها این شما و اینم دنجر راکت با تیشرت جدید. مرجع تقلیدان، پدر رپ اسلامی.
این آقای جون چقدر بهش میاد آخوند باشه ناموسا. خدا وکیلی دوست داشتید مرجع تقلیدتون، البته هست مرجع تقلید تو تقلید خیلی یا پدر رپ اسلامی آقای جون و روی کوکسر. وقتی خوابی یه دفعه مامان داد میزن که پاشو برو نون بخر تو اون لحظه، واو بدترین بد گیر یهو میده مامان آدم. نمیدونم مامان شما هم همینه، یهو گیر میده، گیر میده پاشو برو بخر و این داستانه. بچه این جوشه اینجای من نگاه کنید، انگار خال زده، جوشی زده اینجا. آقا یه داستان تعریف کنم از داستان نون خریدن. بچه بودم نشسته بودم داشتم کانتر بازی میکردم، مثلا فکر کنم 8 سالم اینطورا بود. بعد خیلی با کامپیوتر کار میکردم دیگه، یا بازی میکردم یا کار میکردم، کلا یعنی میچرخیدم ور میرفتم به کامپیوتر یاد بگیرم. بعد بابای من همیشه گیر میداد، همیشه گیر میداد، گیر درس و اینا. مثلا تو تابستون یهو پا میشد میومد میگفت پاشو برو درس بخون، در این حد گیر بود. بعد یه بار نشسته بودم داشتم بازی میکردم، یهو اومد اینجوری کرد، آریا تو کی میخوای مرد بشی؟ بیا این 200 تومنو بگیر، پاشو برو یه ماس بخر بیار، میخوایم نهار بخوریم. من گفتم ای بابا، بودو گرفتم و پاشم رفتم تا کوچه بالایی ماس بخرم بیام. اومدم پول ماس رو بدم، دیدم واو پولمو گم کردم. خلاصه اومدم خونه و با ترس و لرز اومدم خونه، بابام گفت پس ماسکو، گفتم پولمو گم کردم، گفت وای ای خدا من نمیدونم تو کی میخوای پس آدم بشی، مرد بشی، نمیدونم از این حرفا. پارسا تو مرد مایی. آقا پارسا شما مرد خونه ای، تو بیا بگیر این 200 تومنو بگیر، برو یه ماس بخر بیار، بلکه این پسر ببینه یاد بگیره. خلاصه منم از ترس نقنق کردنهای بابام پاشام رفتم تو کوچه و توپ بازی کردم. بعد داشتم اینجوری بازی میکردم، پارسا هم اون موقع مثلا 12 13 سالش، من 8 سالم بود، پارسا 12 13 سالش، داشتم بازی میکردم با کوچه. بعد دیدم خودم تنها بودم، بعد دیدم بچهای کوچه اومدن همه شروع کردن بازی کردن و نمیدونم از این آقای گل و از این چیزا، و دیدم پارسا نیست، نیومد. نگران شدم رفتم دم مارکت رو ببینم پارسا کجاست، داره زن مارکت، دیدم پارسا هم خوابیده، پارسا لیپ خوابیده کفه مارکت، داره دنبال پولش میگرده. اونم گم کرده بود. ببین یعنی وقتی رفتیم خونه بابام قلبش گرفت بنده خدا، یه سکته ناقص. هیچ وقت یادم نمیره اون خاطره رو، خدا وکیلی. 90% گیمرها وقتی دیدن الی لزبیان. ببینید بچه ها من این نکته آموزشی بهتون یاد بدم که خیلی هاتون میدونید. یه دقیقه با هم یه دقیقه با هم صادقانه باش. میدونید خیلیاتون میدونید گی 100% به آقایونی میگین که با همن حال رابطه جنسی دارن یا تو رابطه احساسی هم میگین گی. لزبیان هم به دوتا خانوم میگین که با هم این کارا رو میکنن. ولی اینو بهتون بگم که لزبیان درست نیست. توی لزبیان یه جورایی به یه کاتگوری برای فیلمای پورنوگرافیه. میدونید که خب خارج از کشور خیلی احترام میذارن به کسایی که اصلا کاری ندارن که تو گرایش چیه. خب هم جنس گرایان هم احترام میذارن، حق و حقوقی دارن دیگه. و تو خارج از کشور شما وقتی دوتا خانومی میبینید که با هم رابطه احساسی دارن یا با هم ازدواج کردن هر چیزی، این چیزا تو خارج از کشور کاملا عادیه، حق و حقوق دارن. و امیدوارم تو ایران ما هم یه روزی این روز برسه که این اتفاق بیفته و اذیت نشن. شما نمیتونید توی خارج از کشور یهو به دوتا خانوم که با هم بگین لزبیان. لزبیان یه ذره بی احترامیه. خاطر همین چه به خانوم ها چه به آقایون هر دو میگن گی. یعنی گی فقط مختص خانوم آقایون نیست. مثلا یه خانومی بخواد بیاد بگه من هم جنس گرام، نمیاد بگه من لزبیانم، میگه من گیم. امیدوارم حالا بنمون نکنه یوتیوب انقدر راجع به این چیزا حرف زدیم. واسه گفتم نکته آموزشی رو بهتون بگم، چون بالاخره منم مثل داداش بزرگتون، مگه نه؟ اوکیارم. وضعیت داداش بزرگای الان جوری که داداش کوچیکم رو به شوخی زدم با چوب، جوری که میره به بابام میگه زدمش، جوری که بابام قرار بنده خدا. استیکرهای آریه یه چیز دیگه، اوه استیکرهای منو نگاه، اینا کجاست من خودم ندارم، وای چه باحال. یه چنلم چند روز پیش تو استوری معرفی کرده بودم که گیف از من میذاره، خیلی باحال بود اونم. این بابا میخواسته بگه چجوری میشه تو 3 روز ویدیوهاتون تو یوتیوب 1,000,000 بازدید بخوره. ویدیو خودش بعد 2 سال 7 تا بازدید داشته.
تو 2 سال 7 تا بازی دیده، چقدر میخواستم بگه چجوری تو 3 روز ویدیوهاتو 1 میلیون بازی. بذار برم سرچ کنم این چیه. آ تو گیم 1 میلیون ویوز این جاست 3 دیز. بذار ببینیم واقعا. البته الان ویو خورده 100%. وای این بوده. امیدوارم. Hello guys, this is Nisar Ahmed and welcome to Low Budget Creation. First of all, I'm extremely sorry for my bad English speaking. بنده خدا اول داره اصلا معذرت خواهی میکنه از انگلیسیش. So in the last video I was talking about that picture which is gone so much viral. Actually there is no video which بنده خدا وای باورم نمیشه. بیچاره میخواسته کمک کنه دیگه. ولی ببین الان ویدیوهاش درسته هنوز خیلی پایینه ولی بالاخره پاپیولار ویدیو داره. یه 335K حداقل داره. تبریک میگم واقعا به آقای لو باجت کریشن. وقتی به این گیمر میگی برو لب ساحل خوش بگذرون. واقعا به به یک گیمر اورجینال این شکلیه. یه ویدیو دیگه من یه عکس دیگه هم دیده بودم زده و وقتی مامانت میگه پاشو برو تو کوچه بازی کن، میز کامپیوتر همه اینا رو برده بود تو کوچه نشسته بود داشت بازی میکرد. من تو جی تی ای رفتن مراحل بازی جی تی ای، رفتن مراحل مخفی بازی، شهر رو به هم ریختن، ماشین آتش نشانی برداری بری تو دریا آب بریزی، تو دیگه خیلی مغزت مریضه. من تا حالا تو ذهنم همچین کاری اصلا خطور نکرده بود. واقعا شما همچین کاری میکردی؟ ماشین آتیش نشانی رو برداری بری تو دریا آب بریزی میشه؟ من ندیده بودم همچین کاری. قد آریا در مقابل کوسر. آریا کوسر بیچاره این کوسر، همه سر به سرش میذارن. ولی انقدر هم نیست، اینجوری هم نیست. این دیگه حداقل 2 متر، این 1 متر و 30 سانته، این 2 متر و 20 سانته، این 1 متر و 40-50. اینجوری هم نیست دیگه انقدر. کوسر تا شونه های منه. سلطان ترس جهان، سلطان خنده جهان. من هم سلطان ترس جهانم هم سلطان خنده جهانم. متاسفم برات فرشت سایل. من وقتی زور میذارم که آریه میمه منو تو ویدیوش بیا تاها ابراهیم زاده میمه تو توی ویدیو میم بیبی اومد. واو تازه اسمت هم خوندم، برو حال کن تاها جان. آریا نمره 20، البته تو کام نوشته نمره 30، شاید باید بریم سراغ نمره یکی از اکس آرمیا. دیده گوشی رو برداشته زنگ زده دنجر راکت، دنجر راکت نمره 20. این جالب بود، این جالب بود و واقعا باید یه تحقیقی صورت بگیره ببینیم که دنجر راکت چرا با نمره 20 اینقدر مشکل داره. مادر من وقتی میگم کیبورد میخوام 4 میلیون، مادر من وقتی یه سرویس طلا میبینه 20 میلیون. البته حق دارن ها، اون 4 میلیون هیچ ارزشی نداره، برای ما ارزش داره. ولی خب اون 20 میلیون نه تنها اون 20 حداقلش اینه که تا ابد اون 20 میلیون میمونه، میره روش. میدونی چی میگم؟ میره رو ارزشش. ولی خب دیگه این چیزیه که مادر پدرها درکی زیاد ازش ندارن دیگه. 100% طلا رو بیشتر میپسندن تا یه کیبورد 4 میلیونی. ولی مملکت ما رو ببین به کجا رفته، یه کیبورد گیمینگ میشه 4 میلیون. بدرسن آه اینم با حاله این ست اسکایلاک سپر ساخته. نه من نمیتونم این ویدیو رو پلی کنم، میدونی؟ همه رو هم سانسور کن دیگه. هر کی میخواد بره این ویدیو رو ببینه خودش باید بره تو سابردیت ما ببینید، باید بره تو سابردیت ما عضو بشی این ویدیو رو ببینی. بچهای توی خونه دیگه به ریسک خودتون، بعدن مامان باباتون نیان خیر منو بدبختو بگیرن. وضعیت آریا قبلا 1K ویو، 200 تا لایک، 300 تا کامنت، ایول واکتروشو میذارم. الان به مولا اگه کامنت ها زیر 20000 تا بیاد دیگه این بازیو نمیذارم دیگه. ببینید عشقتون دیگه پیشرفت کرده، میدونی چی میگه؟ توقعا میره بالا. ولی واقعا هم همینه. من اون اوائل که ویدیو میذاشتم 4-5 تا ویو میخورد. خدا وکیلی نامردیه. یعنی اونم فکر کنم پارسا و مامانم و فک و فامیلامون بودن. بعد چقدرم ویدیو میذاشتم، برای کی من ویدیو میذاشتم آخه؟ ولی میبینی تلاش 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 یهو گرفت و اصلا یوتیوب تو ایران باز شد داستانش. وقتی مامانم وسط بازی آنلاین میگه استوب کن بیا نهار بخور، از پای تلویزیون خبر مرگت برو. مامانه اینو میگه چیه دامه داره جانم، این بازی باید تمام بشه. چرا نمیفهمی من در صحنه جنگم؟ وای از پای تلویزیون خبر مرگت برو. بازی دامه داره جانم، این بازی باید تمام بشه. چرا نمیفهمید
من در صحنه جنگم. وای این چقدر خوب بود. This is فرهام. نمیدونم اینو خودت ساختی یا نه، امیدوارم خودت ساخته باشی، چون ما چیزایی که از پیجای دیگه کپی پیست بشه رو واقعا نمیپسندیم و ممنوعه. عالی بود. یه بار دیگه، یه بار دیگه. اشو از پای تلویزیون خبر مرگت برو. باشی ادامه داره جانم. باشی با تمام بشه. وای من در صحنه جنگم. دلم به حالش سوخت. دنجر راکت به من بدید نمره سی. من دیگه رد دارم. وایسا ببینم. آره یکی اکسر اسکول، شاید خودت توی یکی از ویدیوها گفتی من بدید نمره سی. خدا وکیلی یادم نیستم چی حرفی زدم. پس اون میم قبلیه درست بوده. نمره 20 اون پشت، نمره 30 جدیده. دنجر راکت اینجا دلت دیگه برای نمره 20 تنگ میشه، چون نمره 30 اومده. میگه ای کاش اون نمره 20 مونده بود. ویدیو چک. آقا دنجر راکت اون نمره 30 جایی که من گفتم به من بدید نمره 30 رو بذار همین الان ببینیم همه با هم. خدا وکیلی بدون تفنگ اونجا رفتن خوب نیست، پس به من بدید نمره 30. این علامت های لعنتی همیشه نقشه هام رو خراب میکنن. واقعا چرا باید علامت شیرج نزنید توی دستشویی وجود داشته باشه؟ و چرا این چی بود اسمش خدایا؟ اسم این حیوونه چی بود؟ من یادم رفته. و چرا باید برعکس به دستشویی جیش کنی توی هوا تا از بالا سرت بریزه تو دستشویی؟ اینو دیگه برای کدوم قارنشینایی گذاشتن؟ Hello everyone, welcome to June City. ملکه جونزابت. مقصد بعدی آریا پس از خروج از ترکیه لو رفت. خدا وکیلی من هر جا بدونم آقای جون اونجاست پا میشم میرم. من در حال توضیح دادم به بابام که یوتیوب چیه. واقعا سخته، ولی ایشالله تا 5 سال دیگه من مطمئنم تا 5 سال دیگه تک تک شهروندای ایران راجع به یوتیوب اطلاعات دارن. خیلی آلردی خوب رفته جلو این موضوع فرهنگ سازیش. ببینید چی یافتم. آره فکر کنم این عکسو من خودم گذاشته بودم تو پیج کوکسر. دقیقاً این همینجا. ببینید اینجا اتاق منه که پوسترای گیمای اون موقع زده بودم رو در و دیوارش، رو درش. خب اینجا اتاق من. من توی این اتاق نشسته بودم، داشتم کامپیوتر بازی می‌کردم، بابام دقیقاً همین سنی بودم. همین سن و قیافه و اینا. که رفتم اون 200 تومانیه رو گم کردم. وقتی من سیب زمینی پوست میکنم، وقتی مامانم سیب زمینی پوست میکنه، دقیقاً همینه. من وقتی خیار پوست میکندم با مامانم فرقش این بود. که اوکسر کیه و از کجا اومد؟ درسته، هم که اوکسره هم که اوکسره، که اوکسره ولی کیوکسر یا کیوکسر نیست. قیافه ما وقتی آریه میگه نگید و تاب کنید، ولی خودش میگه لایک کنید. برای اینکه اینجا دیکتاتوریه آریه که اوکسره، این ویدیو رو لایک بکنید ولی پستاتون رو و تاب نکنید. آقا راحت باشید هر جوری دوست دارید، فقط نظم سابردی تو به هم نریزید لطفا. RTX on RTX off. آها چند روز پیشو پاشدم رفتم اتفاقا جایی که یوتیوب رو شروع کردم، دم اون خونه کاپیتان رو دیدم. کاپیتان چقدر پیر شده بود، آخه چاق شده بود و پیر شده بود. عکساشو اینا رو براتون میذارم تو اینستاگرام. من وقتی میبینم که میم هام از نیما RGMS ادمین ردیت هم بیشتر وتاب میخوره، پس کار درسته دیگه. حتما رضا اسکری آشناست، میمای خوبی داره. وقتی آریا از آقای جون یه صحنه پیدا میکنه، وقتی آریا مکان آقای جون رو پیدا میکنه، وقتی آریا آقای جون رو میبینه از نزدیک، امید به اون روز. هوم کید آرمی، اکس آرمی. دوستتون دارم خیلی زیاد، یادتون نره که حتما به سابسکرایبتون جوین بشید. و اگه این ویدیو رو دوست داشتین و خوشتون اومد، لایک بکنید و نظراتتون توی کامنت ها بنویسید. خیلی دوستتون دارم. منتظر یه سایکون نخندیه خفن باشید. یه قرعه کشی خیلی خفن توی اینستاگرامم گذاشتم، برید پست قرعه کشیمو توی اینستاگرامم ببینید و شرکت بکنید. 5 بهمن یکی از شما قراره این جایزه خارق العاده رو ببره خونش و لذت ببره. ولی نگران نباشید، قرکشی دیگه هم بعدش داریم. دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. پیس آوت.